درود فراوان بینندگان عزیز خوش آمدید به برنامه فیس تو فیس. من حسین مجید هستم و obviously یعنی حتما ایشون آقای امیر قاسمی هستم و برنامه فیس تو فیس رو تقدیم میکنیم خدمتتون در این روزهای خبرساز، در این روزهای تاریخی، در این روزهایی که هر چی اسمش رو می‌خواید بذارین ما با شما هستیم. درود فراوان. مرسی به شما. خوبه؟ خوب هستیم. فقط دنیا رو که نگاه می‌کنیم به این می‌رسیم که چقدر فضا عوض شده. هندوستان رو می‌بینیم که چگونه دارن مثل برگ همینطور میریزن و از بین میرن خانواده‌ها. پسری که بالای سر مادرش زار میزنه و کمک میخواد، خانومی که برای برادرش ازش میخواد که از جا بلند شه چون دو تا بچه داره و به دو بچهش برسه، باز دوباره اون تصویر میبینم که هی میگه نفس بکش، از حال نرو و درست دو ساعت بعد اون شخص از دنیا میره و خیلی های دیگه به خاطر نبودن اکسیژن کافی در بیمارستان ها در هندوستان نگاه میکنیم. از طرف دیگه کشورهای دیگه، کانادا همچنان لاکداون هستش، همچنان تعطیل و بسته، درهاش رو بسته، در به خصوص تورنتو، و از مردم میخواد که باهاش همکاری کنن. شاید این اتفاق تا آخر تابستان در کانادا ادامه داشته باشه. باز دوباره اگر نگاه میکنیم کشور خودمون رو به قول معروف از هر جایی که بگذریم خوش است. بله، اینجا متاسفانه خوش نیست و ناراحت کننده است. داریم میبینیم که چگونه دارن صحبت میکنن. من از یه طرف خوشم میاد و باریکلا میگم به این وزارت بهداشت ما و این عزیزانی که با این قدرت صحبت بکنن که آقا ما اصلا واکسن که از ما میاد بیرون اصلا دنیا رو که تسخیر میکنن، بهترین واکسن خواهد بود که هیچی، ما به کشورهای دیگه هم به زودی واکسن میدیم. تازه چند تا از رهبرهای کشورهای دیگه موقعی که من در واشنگتن بودم در سازمان ملل جلسه بود، اومدن به من گفتن شما چگونه کشورهای بزرگ ها بله. کشورهای طرز اول دنیا بله. گفتن شما چطوری کنترل کردین کرونا رو بله. اصلا باور نکردم. واقعا واسه من جالبه، هم سخنان آقای روحانی هم سخنان آقای نمکی واقعا برای من تعجب آوره. خیلی با نمکی به نظر. آره، این اتفاقا به نظر من وقتی نگاهش میکنم آقای نمکی گفت آقای نمکی گفت ماه رمضان به احتمال زیاد به ما انقدر کمک خواهد کرد که کلا ما نه طریق قرنطینه ها بله. از طریق دعا و روزه و این چیزا ما کرونا رو شکست میدیم و کلا واکسن هم در میاد بیرون. همه چی از یک شخصی در این موقعیت در همچین مقام بعید این حرفا رو بزنه. متاسفانه نمیدونم به یه جایی رسیده داستان که مثلا یه ویدیو دیدم از یه دختر خانومی که برگرده میگه خواهر شنیدی فائز هاشمی گفته میخواد با آقای خامنه ای شون صحبت مناظره بکنه، ببینید به کجا رسیده کار. شنیدی گفته ما گرفتاریم داره کار خود میکنم، تو خود جوابشو بده و به این دختر جوان. البته شنیدم فائزه هاشمی هم برگشته گفته من آمادگی مناظره با این خانم هم خواهم داشت. ولی جالب داستان این استش که تمام مذهبه اسلام در این دین برابریه. حتی اینا صحبت از این میکنن که معاویه گفته نمیدونم، حضرت علی گفتن که علیه السلام گفتن ببینید دنیا به کجا رسیده که معاویه با من مثلا. من این حرفا باور نمیکنم از طرف حضرت علی، به هیچ عنوان باور نمیکنم، چون حضرت ما هم شما هم در این همچین صحبت میکنید که مثلا تو آره مثلا آره من مثلا من باور در... نه نمیتونم باور کنم از این حرف از ایشون بوده. به خاطر چی؟ بخاطر ماها. آره دیگه این زمان همینطور گذشته اومده جلو، این داستان ادامه داشته و این حرف زده. خب اصلا اگر دین اسلام گفتن دین برادری یا برابریه فرقی نمیکنه، اصلا این چیزا نیست به خدا، اصلا این چیزا فرقی نداره که کی با کی با نظر. آقا اگر میتونیم بشین حرف بزنید. آره، اصلا اینا رو فراموش کنیم. مردم در ایران احتیاج به واکسن دارن. من با یه نفر در آلمان صحبت میکردم، امروز صحبت میکردم، گفتم بعض آلمان چطوره؟ خب خود شما که فایزر اختراع کردین. گفتن آلمان شروع کرده، از سنین بالا رو شروع کرده، الان دارن میزنن. اونا تحت کنترل هستن، بهتر از جاهای دیگه هستن. ولی نگاه کنید فرق امریکا رو نگاه کنید. البته نه تعریف میکنم نه اونا رو میگم خوبن بدن، نمیگم، فقط میخوام
اطلاعات بدم به خدمتتون. کاخ سفید اعلام کرد فرق دولت ها رو نه کشور. بیان به دولت ها بپردازیم. امریکا داریم میگیم منظورم همون دیگه. به دولت امریکا. بله نگاه کنید دولت امریکا چیکار داره میکنه. اینا دارن میگن آقا بیاین تو رو خدا واکسن بزنید. 200 میلیون نفر زدین. 200 میلیون نفر الان واکسن زدن. بله. حدود تقریبا مثل 50 میلیون نفر دیگه مونده. بله. اونا که باید بزنن. باید بزنن. میگن آقا باید بیاین بزنین. حالا برای اینکه اینا بیان بزنن گفتن هر کسی بیاد واکسن بزنه کارفرماش 2 روز بعد حقوق بهش بده خونه بمونه. برای اینکه امکان ساید افکت داشته باشه، چیز جنبی داشته باشه. بله. به اضافه کمپانی هایی که در زیر یک تعدادی از کارمند هستن، اینها اگر تمام کارمندا واکسنشون رو بزنن معافیت های تکسی بسیار خوبی تعلق میگیره. آفرین. ببینید شده دارن تشویق میکنن برای زدن واکسن. بعد نگاه کنید فایزر مال خود آلمان هاست. ببینید این ببینید این درایت فایزر مال امریکا. مال امریکاست. ولی نه اونا همکاری کردن هم. آره با هم بودن. آره. ولی شما ببین اینجا نگاه کنید که چه قدرتی چقدر با فکر قوی بوده که الان آمریکا قبل از بقیه این کشورها اومدن و تمام این واکسن ها رو استفاده کردن و واکسن ها رو زدن. این درایت یک دولت نشون میده. حالا بگیم آقا آقای ترامپ بد، همه حرفا، ولی نشون میده که آقای ترامپ اومد در اون زمانی که همه مسخره میکردن اومد و تمام واکسن ها رو خریداری کرد برای همه. البته این بعد شروع شده بود و بعد باز دوباره درایت آقای جو بایدن که به چه خوبی تونست اداره کنه که همه واکسن در 100 روز اول اول پرزیدنسی خودش، رئیس جمهور خودش. ولی نشون دست به دست چقدر خوب کار شد. آره خیلی خوب کار شد دیگه. هیچ مسئله به قول معروف همه بای پارتیزن بودن، یعنی همه از دو طرف خط به هم دیگه کمک کردن به اینجا رسیدیم. بله. و دارن انجام میده. از طرف دیگر اصلاح طلبان و اصولگرایان آمریکایی. آره. از طرف دیگه علی دایی یه استوری گذاشته بود، نوشته بود آخه اولا با خیلی خوب شروع کرده بود، بعدش گفته بود آخه این چه سیستمی شما داره، این که در تاریخ میمونه این کاری که شما دارید میکنید. مردم بدبخت نه واکسن دارن نه سر کار نمیتونن برن. اون موقع که نباید میرفتن بهشون کمک میکردید، درها رو باز کردن، همه رفتن کرونا گرفتن. الانم میگین نرین اینا کارگرا کجا بیارن زندگی کنن. بعد این نفر رفت داده بود به همین سیستمی که الان در امریکا هست. انقدر کشور امریکا داره کمک میکنه به مردمش از نظر مالی که کمک درسته که میتونه زندگیشونو تا آخر عمر نجات نمیده یا یک سال هم امکان داره نجات نده، ولی کمک خوبیه. درست داری؟ 100%. نگاه میکنیم حتی همونی که امروز با هم دیگه شما صحبت میکردید، نگاه کنید ببینید به بچه کسایی که تازه بچه دار شده یا بچه کوچک دارن، زیر 17 سال الان دارن اومدن، برای هر کدوم 1800 دلار. درسته؟ برای 1800 دلار به بچه‌ای که تا 3600 دلار، حالا هر چقدر بچه دارین تا 3600، به هر بچه‌ای به طور اوریج میانگین 300 دلار به خانواده‌اش برای 6 ماه میدن. یه چک می‌نویسن 1800 دلار میدن به خانواده. واو. و کسانی که بچه‌های از نوزاد دارن تا سن 17 سال. حالا میگه اینا داشته باشین برای کمک، برای که شما بچه دارین. برای به کسایی که بچه ندارن اینا پوله رو دادن، 1400 دلار رو دادن و اونا دیگه به کسایی که بچه ندارن نخواهند داد. طبق مقررات درآمد این کارو میکنن. خب خیلی خوبه. اینها ببینید یه نفر یک دفعه 3600 دلار به دستش میرسه، اصلا خب خیلی چیز عالیه. بله. که بر از رو هوا هم دیگه 3600 دلار بیاد و میتونه به اضافه کمک های دیگه که به اضافه کمک های دیگه که انجام میشه دست اینا. امیدوارم، ولی در کشور ما خبری نیست. یه دونه وزیری گفت هر ایرانی باید ماهی 1 میلیون تومان بگیره، اونم که میدن 4 بادوم هم میدن با اون با 1 میلیون تومان. خب در جریان این مسئله کرونا و در مقاله‌ای می‌خوندم و یکی از متخصصین مسافرت در امریکا صحبت می‌کرد دیشب که به زودی امریکا باز خواهد شد، هواپیماها پر خواهد شد، هتل‌ها پر خواهد شد، زودتر رزرو کنید، گران خواهد شد و 2/3 مردم امریکا در این تابستان به مسافرت خواهند زد. یک جا رو همه اکثرا انتخاب کردن اگه رای گرفته بودن. کجا رو انتخاب میکنین به عنوان first destination، اولین جایی که میخواییم برین حدس بزنید؟ و اون هم کجا بود؟ جایی نبود بغیر از کانکون.
بله کانکون بود نمبر 1، اورلاندو شماره 2 و ساوت کارولینا شماره 3. من که ساوت کارولینا سواحل بسیار زیبایی داره. کارولینای جنوبی. بله بله. سواحل بسیار زیبا، مارال بیچ خیلی معروفه. بله بله بله. خیلی خیلی معروفه و همینطور اورلاندو که خب مسلما معروفه و کانکون. کانکون مردم میرن به خاطر اینکه آب خیلی زلالی داره، میرن طرف دریای کارائیب میبینیم ما. به اضافه اینکه all inclusive. ولی خیلی بدجور شما اسمش رو میارید. کانکون؟ بله. کانکون که نمیشه گفت که. خیلی راست میگی. به یاد محل تولد شما افتادم. یه نفر آقای امیرقاسمی، یه نفر یه سوالی که من یاد شما افتادم. چی گفت؟ یه خانومی چی برسی؟ گفت آقای مجید من روی برنامه رادیو بودم، اومد رو خط موقعی که سال گذشته یا سال قبل از اون برنامه مسافرت داشتم در رادیو سفر خوش. من گفت آقای مجید من برم کانکون یا کابو کدومشو برم؟ من گفتم که تالا اون برای نرفتین؟ گفت نه. گفتم که خب فرقش اینه که خب 2 ساعت اون دورتره، آبش اونجا زلالتره. شما گفت اصلا به نظر شما من برم اونجا یا نرم؟ اونجا خوبه من برم؟ گفتم خب ببینم شما اهل این که مایو بپوشین؟ گفت نه نیستم. گفتم تو آبم نمیرین؟ گفت اصلا. گفتم زیر آفتاب دوست داریم بشینین؟ گفت نه. گفتم مشروبات الکلی میخورین؟ گفتن اصلا. گفتم ببینید من فکر میکنم شما یه جای مذهبی بریم بهتره، یاد علیرضا افتادم که هیچ کدوم این کارا رو نمیکنه. علیرضا بهتره شما بری کربلا یا مکه به نظر من. رفتم آره اونجا. خیلی ممنون، ببخشید حاجی آقا. یا کربلا گفتم خانم شما کاندیدای اینجا نیستید. بخواهم مکه نرفتم، کربلا رفتم. چرا پولتون رو خرج میکنید برای این کارا؟ شما میخواید برید اونجا پالتو بپوشین بشین زیر آفتاب؟ مایو یه تیکه دو تیکه هم که نمیپوشین، مشروب الکلی هم که نمیخورین، پولتون بی خود میریزین بیرون اینجا تشریف بیارین. نه آخه یه چیزیه اتفاقا، نه من اینو بهش میگم که من خب مثلا کروزم رفتم با کشتی. اصلا به نظر من اینطور نیست، میتونی خیلی راحت توی اون فضا شبا شو دارن، میبینین شعار میبینین، حالا مشروب الکلی نمیخورین ولی تا دلتون بخواد غذاهای گوناگون. مشروب الکلی از چیز آخره. غذاهای ولی تو آب اگه نری مایو نپوشی علیرضا. آره تو فکر کنم علیرضا اگه تنهای تنها خودش بره این کار انجام میده. آره. ماها باش باشیم انجام نمیده. نه 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 مثلا من باشم دریا میرم، دریا میرم، دریا میرم، تو دریا میرم. تو مثلا توی سواحل کارائیب مثلا میگینز بی اینا یا دریاها رو خب دریا میرفتم. یه چیز دیگه هم که مثلا توی هوایی مثلا کسی نمیشه بره کوایی و دریاشو نه. نره هر جایی، هر جایی هوایی آره. مینا لندی خود آره. آره. نه اونقدر صافیه دریای کوایی رو نداره واقعا. دریای کوایی دریای دیگه یه تا ماهی. اگه اینجای دوست داری شما باید بریم ورژین آیلند. آره ورژین آیلند هم آره. من رفتم ورژین آیلند سنت تامس. خیلی من رفتم دیگه بره. همون دیگه بله. هر چی من رفتم رفتی ها سنت... راست میگی واقعا. سنت تامس رفتم، سنت مارتین رفتم، سنت تامس، سنت کروی و سنت جان. سه تا جزیره هستن توی این جزایر دست نخورده بله. یا ورژین آیلند بله. که الان متعلق به امریکاست. درسته. بله بله. سنت مارتین هم رفتم. سنت مارتین من رفتم. بله. مال کارهایی به خیلی قشنگ. اینو مال عقد دقیانوس بوده شما رفتین. الان من این همون دمیدم. 14-15 سال پیش با رضا کازیدم و خانواده رفتیم. بله. چه خوب. خیلی خوب عالیه. بود. خیلی خوش گذشت. آره. در هر صورت به نظر من. و هتل اتلانتیس در باهاماس. آها. بله خیلی زیبا بود در اون زمان که هیچ جای دیگه هتل اتلانتیس نبود، دیدنی بود اونجا واقعا واقعا جالب. آره در هر صورت به نظر من نمیشه رفت هاوایی و توی ساحل نرفت و شنا نکرد، نمیشه رفت مکزیک و تو آب نرفت. آره یه سرتون بگم ها، نگران نباشید، هر قیافه و شکل و هر چی هستش و خودتون راضی نیستی نه اصلا اینجا کسی به شما اهمیت نمیده. کسی به کسی اهمیت نمیده اصلا. با هر قیافه ای، رنگی و پوستی میبینید خوشبختانه در خارج از کشور در امریکا طوری که مردم به این چیزا نگاه نمیکنن. ما هستیم خیلی یه نفر وارد میشه همه نگاه میکنیم، یه نفر تو رستوران میاد همه برمیگردن نگاه میکنن این کی اومد واقعا همین آیا میشناسیمش؟ نمیشناسیمش؟ آدم معروفیه با کی اومده؟
لیزر هم میکنن بعضی وقتا ما بعضیمون لیزر بونیم کفشش چیه کتش آره، چیه آره. یقش چجوریه اونش کجاست همینطور همه خانوم ها ماشالات یه لیزر از پایین دوباره اونم که تقلبیه چیزی واسه تو یه آره چینیه نه مثل خیلی بهتر از ترکیه خریده ببینید بریم با هم یه موافق باشی یه مسئله دیگه میخواستم دوستان فیلم یک دقیقه رو ببینم آها. ببینید فصل عروسی و مهمونی داره میاد عروسی بله به تمام اونها که کیدرین انجام میدن اونایی که عکاس عروسی هستن اونایی که گل رپ به عروسی دارین آماده باشه یکی از شلوغ‌ترین تابستان‌ها رو خواهیم داشت و بله. پاییز خواهیم داشت برای عروسی اونا که پولشون رو داده بودن الان میخوان عروسی کنن امسال خیلی خیلی شلوغ خواهد بود یه خانمی که پارسال عروسی گرفته بود لباس خریده بود همه کاری که کنسل شد بعد رسید به امسال از لجش میخواست بره واکسن بزنه لباسش هم برداشت پوشید و گفت چرا که بالاخره من اینو باید بپوشم عروسی هم که کنسل شده معلوم نیست دوباره اصلا ما عروسی بگیریم یا نه که فیلمش هم هست نگاه کنید باورگی که به بکش میرسه کار بکنه حالا اسم جالب بودش گفتی عروسی من همیشه پیشنهاد میدم یک دوست مشتری که من شما داریم پیشنهاد میدم که اگه کسی برای عکاسی یا چیزی میخواد حتما با نوید بره نوید سوهیلی کارش خیلی درسته عالیه کارش برای عروسی آخر نوید استودیو تماس بگیر باش همین کسی که خالق مجله زیبای عروس هست خیلی مجله عالیه کارش هم عالیه جای مختلف من بودم عروسی هایی که اون بوده و منم به عنوان حالا نمیخوام میگم عاقد بودی عاقد جمله خوبی نیست عاقد نبودم ولی مزاحم مزاحم بودم آره MC بودم یا عقد کننده بودم نوید سهیلیان نوید سهیلیان هم نه عاقد نگو نوید سهیلیان هم عکاس بود با گروه خیلی بزرگ خودش بله خیلی کارش درسته نوید سهیلیان رو دنبالش بگردین در اینستاگرام پیدا کنید باش زنگ بزنید تماس بگیرید هی از گود very good very good سراغ یک مسئله که امروزها تمام جا درباره صحبت هستش اگر حاضر هستید بله آماده ایم بله هستید تعرض جنسی تعرض جنسی که الان بیشتر ما بودیم این یک پدیده یک اتفاقی یک حرکتی شد شاید در 10 سال گذشته در 10 سال گذشته اصلا یک چیز بزرگی شد و درست هم هست نباید اینجور باشه نباید اینجور تعرض جنسی باشه حالا در امریکا تعرض جنسی رو به نوعهای مختلف اصلا در موردش صحبت میکنن من یه جای خوندم گفتن اگه تو این کمپانی کار میکنید به یه خانم نمیتونه یه آقا بگه چه لباس قشنگی پوشیده امروز چه موهات خوشگل شده چه موهات چقدر بیوتیفول هیر چقدر موهای خوشگل ببینید امکان داره شما به نفر بگه مسئله نباشه ولی باید کلش نگاه کنیم که امریکا میگن زیرو تالرنس بله. یعنی هیچ چیزی رو تخفیفی نداره بله. میتونه در صد یه خانمی میتونه بره بگه حالا نمیدونم آخرین چرا این چیز نمیکنن چقدر نمیکنن چه موهای تو رو بگه چی بعد دوباره موی تو صحبت بکنه در مورد لوپینا چه لوپ خوشگلی داری آره برید آقایم بنده خدا تا حالا یه دونه کیس من دیدم یه آقایی رفت گفت این خانم میخواست به من تجاوز کنه آره من داره میتونه باشه آره باور کنم 100% میتونه باشه آره. یه دونه منیجر خانم که یک آقایی رو کارمندش بود به یه دلیل بیرون میکنه و شکایت میکنه میگه ایشون از من تقاضایی کرد که من انجام ندادم و منو بیرون کرد
داره اتفاق میفته. برای همین دلیل کمپانی مختلف کلاس های مختلف میذارن، باید برین و کارنامه پس کردن اون چیز بگیرید. بله، سکشوال هرسمنت، بله، سکشوال تعرض جنسی رو باید بگیرین که بگن آقا ما بهت گفتیم ها، 10% خطا بکنی بیرونت میکنیم. بله. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ببین داستانی مثلا داستانی که اول از همه بیشترین مثلا روی کسانی هست که سلبریتی هستن و در رابطه با اونها همیشه این ذره بین پر نورتر یا قویتر یا با زخامت بیشتری هستش. صحبت محسن نامجو بودش بارها و بارها که این اتفاق افتاد. اولش اگه دیده بشیم دربارش صحبت بود که محسن نامجو چند تا دختر خانم اومدن گفتن ایشون به ما تعرض جنسی کرده. خب بر... دختر خانم‌ها شکایت هم کردن به پلیس؟ تا اونجا که من خبر دارم مثلا یکیشون چند تاشون گفته بودن که به خاطر وساطت دیگران و دوستان و آشنایان و اون جایی که بودیم مثلا به ما گفتن نه نکنید و این مسائل. یه سر مسئله هم هست در امریکا، شما همینطوری بگین به یک نفر رو به نفر بگین یا اعلام بکنه یه نفر من تجاوز جنسی کرده ولی به پلیس نرین بگین اقدامی نکنین، خودتون میتونین در سر بیافتین. بله، تجاوز فهمه با تعرض، تعرض حالا هر دو رفتی دیگه گاز دادی. تجاوز جنسی هم همون امکان داره مثلا. نه تجاوز دیگه آره. خیلی دیگه بدجوره. ولی مثلا همین شما مثلا دست به موی کسی هم بزنید تعرض جنسی حساب میشه. اینم هست. بعد آره همین کار با همین این میتونه الان من بگم آقا این دست به کتا من خود جدید به نظر میاد. مرسی بله مرسی بله. جواب نشد بله. بله یا نه بله. بعد صحبت از این بودش که این تعرض جنسی یکی از خانم ها مثلا تصویر نشون بده که ایشون در یک تاریخی مثلا گفته که من ایشون من تعرض جنسی کرده، بعد از بعدش نشون میده که ایشون داره رفته کنسرت نامجو، باز یه نفر این عکسو گذاشته که ایشون چرا خوشحال پس رفته کنسرت نامجو بعدش رفته بعدش. یا صحبت های دیگه هستش که بعد خود محسن نامجو اومد و یه عذرخواهی تصویری کرد. چی گفته؟ گفت عذرخواهی میکنم برای چی؟ خانم های ناراحت شدن همه حرفا این مسائل، من ازتون عذرخواهی میکنم. ولی عذرخواهی در واقع به طرفداراش و این مسئله رو گفتش که این کسی چی شده، باز مستقیم این عذرخواهی نیست. آخه یه عذرخواهی هست که میگن من عذرخواهی میکنم اگر آها. اگر کاری که من کردم که من به اون آره. دلیل انجام ندادم ولی به نظر شما مورد ناراحتی شده من معذرت میخواستم. این خیلی چیز نرمالی به نظرم، خیلی چیز خوبیه. دوستان، خانم های نازنین و آقایان محترم سلام. همونطور که واضحه چند وقتیه که حرکت جدیدی از جنبش دیرینه اعتراضی و حقایق زنان در فرهنگ ما به راه افتاده که این رو باید امری انقلابی میمون و مبارک دونست و به اون کمک کرد. و نیز چنان که میدونید اسم بنده محسن نامجو هم اواخر آگوست سال 2020 در این ماجرا مطرح شد و من در ویدئویی که در همون چند روز اولیه منتشر کردم قول دادم که هر کمکی از دستم بر بیاد به این حرکت بکنم. این ویدیو شروع همون کمکیه که قول دادم. شما تصور کنید آدمی که عمرش رو صرف موزیک و نوشتن و مطالعه و ادبیات کرده ناگهان در آستانه 45 سالگی یک روز صبح از خواب بیدار بشه و ببینه که اسمش در کنار کسانی اومده که جرم و تعدی و تجاوز مکرر و سیستماتیکشون بر همگان مسلم شده و در برخی موارد اثبات هم شده، اونم برای نخستین بار در زندگیش. خب حق بدید که یکی از اصلی ترین احساساتی که به انسان دست میده ترسه، ترس مطلق. و تو تنها کاری که میتونی بکنی اینه که از آن چیزی که نکردی حرف بزنی و اون همون کلمه شنیع تجاوزه که خودتون میدونید. هنوز ما در ابتدای این جنبش بودیم و هستیم، همه ما آزرده و خشمگین بودیم و هستیم و هیچ کس تکلیف خودشو نمیدونست و البته که اون خشم ناشی از انفجار به حق صدای کتمان شده زنان از پس قرنها بود. ما دوستان در مقطع مهمی از تاریخ زنان ایران زندگی میکنیم و بعد میبینی که دایره عظیمی از دوستان نزدیک تو رو به خاطر شفاف نبودن، محسن نامجوی همیشگی نبودن، طرد میکنند و میرن و این تلخ بود، تلخ بود و روح و روان منو فلج کرد. خب من میپذیرم که در ویدئوی سپتامبر به اندازه کافی شفاف و صادق نبودم. من میپذیرم که این رفتار اشتباه بود. دوستان و سرورم، من نمیخوام تصویر نمادین مرد قلدر ایرانی باشم
که غرورش بهش اجازه عذرخواهی نمیده. مثل حکومتمون که انسانها را در زمین و آسمان میکشه و به حقوقشون تجاوز میکنه و عذر نمیخواد و به روی خودش هم نمیاره. من یک انسانم، تنها توشم در زندگی همین موسیقی و ملودی ساختن و نوشتن و تحقیق بوده که انصافا قبول دارید که همیشه در اون صادق بودم. من یک عمر با همه چیز و حتی خودم شوخی کردم و هیچگاه پرده رسمی بین من و مخاطبم وجود نداشته. همه منو به عنوان آدمی کول و خالی از خود میشناسن. پس عذرخواهی باید برای من راحت باشه. دوستان، خانم های محترم، بنده محسن نامجو بابت هر گونه رفتار یا گفتاری که در سالهای گذشته نسبت به شما اشتباه و یا آزارنده بوده، صمیمانه، خالصانه و متواضعانه عذرخواهی میکنم. هم از شما و هم از خانواده نجیب و محترمتان و نیز دوستان مشترک دلجویی میکنم. انتظاری هم ندارم که عذر منو الان بپذیرید. فقط امیدوارم با این پیام ویدئویی رنجتون کمی التیام پیدا کنه. و باور کنید که رفتار یا گفتار نابهنجار من ناشی از شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس قدرت نبوده و نیست، بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مرد سالاره. نسل من اولی نسلیه که در نیمه زندگیش در سن 40-50 سالگی با این حرکت روبرو شده و امیدواره که ازش بیاموزه، نه اینکه جلوش بیسته. و این رو بدونید که من برای هر اقدامی در جهت دلجویی و ترمیم این روابط آمادم. اما از اون زمان چند سال میگذره. حالا زمان اونه که جواب این چند ساله تراپی گرفتن، خودکاوی و مطالعه راجع به خشم زودگذر خویش رو به شما بدم. به شما ثابت کنم که این شعار و تعارف نیست. من در این جهت قدم‌های اصلی برداشتم و باز هم در جهت عدالت و احقاق حقوق زنان قدم برخواهم داشت. توی کتاب 4 مقاله هم نوشتم که اصلاح خود را از رفتار با زنان نزدیکت و زنان خانوادت شروع کن. من در این مدت وقت و هزینه بسیار صرف آموزش خود کردم. من حالا عقده های فرهنگ ایران، بلاهایی که این حکومت 40 ساله بر سر روح و روان ما اعم از زن و مرد آورده، ریشه های خشم هممون، کامپلکس ها یا عقده های خودم به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک آرتیست ایرانی و کامپلکس های خودم به عنوان یک ایرانی و کامپلکس های سرزمینم را بسیار بیشتر و بهتر شناخته و هنوز دارم میشناسم. من مدت هاست که مشغول واکاوی خود هستم و مدت هاست که در این زمینه مشاوره میگیرم و مطالعه دارم. پس خواهش میکنم منو ببخشید و به من فرصت جبران بدید. اما حرفی صمیمانه و از سر تواضع هم با مخاطبان خودم که به من این روزها و همه این سالها لطف داشتن دارم. باور کنید من هیچگاه نخواستم پشت آثارم، طرفدارانم که شما باشید و کریر هنریم پنهان بشم. من همون آدم بی سلاح هم در روستایی از این جهان که سابقا رابطه منو با قدرت نشون میده. شما میدونید که انصافا در کمتر موضوعی از ضعف‌های فرهنگ ایرانی که من در آثارم با اونا شوخی نکرده باشم. اما همه اونا نشون میده که مخاطب در این آثار با یک انسان پیامبرگونه و تکمیل و بی‌نقص روبرو نیست، بلکه نامجو هم سردرگم است در این جهان که تنها توشش خودآگاهی است به ضعف‌های خودش و فرهنگش. دوستان، من سال‌هاست که در حال تغییرم و با جان و دل با این حرکت زنان همراه خواهم بود. خواهش می‌کنم شما هم نامجو رو بهانه‌ای برای خشونت با دیگران قرار ندید. من دوست ندارم مخاطبان موسیقی من دشنام به کسی بدن. همچنین استدعا میکنم دوستان آرتیست، فرهنگی و موزیسین هایی که همکار منند و دوستیشون برای من افتخاره رو به خاطر همکاری با من مورد بی احترامی قرار ندید و اونا رو بایکوت نکنید. من از تک تک اونا عذرخواهی میکنم. در آخر خواهش میکنم این ویدیو رو بهانه ای نکنید تا باز نگفتم به راه بیفته و چون بدونید که یکی از راه‌های ترمیم آزار شناخت دامنه اون و صحبت راجع به اونه. باید از خودمون بپرسیم چگونه میتوانم ترمیم کنم. جامعه ما به لطف یک حکومت زنستیز و انسانستیز به اندازه کافی دو قطبی شده. ما در سیاست، در مذهب، در هنر، در همه چی جلوی هم ایستادیم. اجازه بدید در این ماجرای شنیدن درد زنان جامعهمون دیگه همه با هم همراه باشیم و هر کس به سهم خودش کاری بکنه. به فکر ترمیم باشیم، نه بول گرفتن از یک دیگه. امیدوارم مردان عزیز ایران با این حرکت همراه بشن و این پیام دلیلی برای بازنگری در رفتار و کردار خودشون باشه. گرچه ممکنه کمی دیر فهمیده باشیم، اما هنوز هم دیر نیست. از همه جلوتر باشیم. بگذاریم کمک کردن ما به یکدیگر باعث این بشه که ندای حق خواهی،
از زنانی که در خیابان یا در محل کارشون یا در پارتی‌های تهران و پاریس و نیویورک مورد آزار واقع میشن تا زنانی که همچون رومینای بیکس در دور افتاده ترین جاهای ایران سرشون با داس بریده میشه، همه و همه به یاری ما و این حرکت اگه به دور از خشونت باشه صداشون شنیده بشه. با تشکر، محسن نامجو. سر این عذرخواهی همه جا صحبت شد که آقا دیدید بالاخره این صحبت کرده، باریکلا، چون نامجو دیدی گفتش که گفت من به عنوان این خودم رو اعلام میکنم که اولین مرد باشم که بیام جلو و حمایت میکنم از این نظر و اینا، گفتن آقا باریکلا. روز بعدش یه آدیو فایل 17 دقیقه‌ای از محسن نامجو به بازار. آها خب چی میگفت؟ توی اون آدیو فایل صحبت از این میکنه محسن نامجو که با صدای یه نفر دیگه هم بود، فکر کنم خودش بود فقط دیگه، آره، برای صحبت سری میگه که نه یعنی نه معنی نداره، نه یعنی هزار تا چیز دیگه، یعنی یه نفر داشت باش مصاحبه میکرد، نه مثل که خودش داره صحبت میکنه فقط آدیو فایل خودش، بعد میگه آقا نه نه من نه یعنی نه نیست معنی نمیده، نه یعنی هزار تا چیز، آره نه یعنی هزار تا چیز و هزار تا معنی داره، از اول بعد یه جور دیگه عنوان میکنه که یک ساعت من مثلا برابر تفکر من برابر با 6 ماه عمر شما هاست، یا وقت اگر من مثلا اسم من ماندگاره اسم شما ها نیستش، بی خودی یه حرفا رو داریم میزنیم مال خراب کنیم. از یه طرف هم باز دوباره وصل کردن به جمهوری اسلامی که ربطی به جمهوری اسلامی نداره. ما چرا در گذشته در ایران اونایی که به خاطر دارن تا یه کسی یه کاری میکرد بگونه طرف ساواکیه، تا یه کسی مخالف بود بگونه اینجا رو ساواکیه، اگه جدیدن حالا هر چیزی اتفاقی میفته میگن ما جمهوری اسلامیه یا از طرف جمهوری اسلامیه، این ربطی به جمهوری اسلامی نداره اصلا. چه ربطی داره حالا ما مشکل داریم با سیستم یا با دولت یا با مسائل مختلف، اونجای خودشو داره اون چیز. باید یه چیزی باشه که یه کسی هم 4 نفر به تو نخنده بگن آقا این حرفا چیه داری میزنی، ولی کلا تمام خانه های کلاب هاوس تمام دونی اتاق به اتاق بحث در رابطه با محسن نامجو شد و اینکه این داستان تعرض جنسی چیه و این تعرض جنسی که امروز در آمریکا هم ما داریم میبینیم ولی حالا میتوی ایرانی ها هم برای خودش راه افتاده و این صحبت از تعرض جنسی هستش. چی میبینید توی مسئله رو؟ ببینید خب ببین مثل یک ویروسی که همه جا رو میگیره، مثل یک خبری که همه جا پخش میشه، خب یه خیلیاش به نظر من درسته و خیلیاش هم میتونه یک اتهام درستی نباشه اصلا. خیلیاش میتونه به جایی برسه که واقعا زندگی یک نفر رو بین ببره، واقعا میتونه زندگی از یک نفر رو بین ببره. به نظر من مردها بیشتر باید از این طرف بیشتر و بیشتر در این دورانی که ما هستیم باید مواظب باشیم، باید بیشتر در موردش فکر کنیم، بیشتر مواظب باشیم، همه باید بیشتر مواظب باشیم، مخصوصا اگر در جامعه کار میکنید یه مقدارم سرشناس هستید، میشناسنتون و یه مقدارم با مردم در تماس هستید و در کمپانی بزرگ کار میکنید باید مواظب بود. USC رو بگید. خب USC این اتفاق افتاد. USC از سالهای شاید مثلا در از 20 خورده ای سال بید. USC منظور اومد دانشگاه USC یا University of Southern California که نزدیک ما هست اینجا در دانتان لس آنجلس که قدیمی ترین دانشگاه های امریکا هست. و جزو یکی از معتبر ها. معتبر. خیلی معتبره. این دانشگاه برای یک کلینیک دارن اونجا. خب یه دکتر گاینکولوژیست، دکتر زنان دارن که دانشجویان کسایی که اونجا کار میکنن اینا میتونن از اون دکتر استفاده کنن. اینا در از 20 سال فکر کنم از این دکتر استفاده شده بود. بعد یک زمانی یک وکیل اومد یک چیزی درست کرد، پرونده، یک پرونده جمعی درست کرد. درسته. یک پرونده جمعی درست کرد که بعد از اینکه به اثبات رسید چندین سال طول کشید، نزدیک 1.2 میلیارد دلار، بله، 1.2 میلیارد دلار این دانشگاه USC محکوم شد و الان به اون 770 نفر از خانمایی که این دکتر رو دیده بودن نفر 1.2 میلیون دلار میرسه. 1.2 میلیون دلار و اون آقای دکتر هم از کار بیکاره الان داره میره در دادگاه های مختلف از استیت گرفته، ایالتی گرفته تا فدرال امریکا دارن روش پرونده باز میکنن. پرونده باز میکنن. حالا من اینجا رو متوجه نمیشم علی رضا، موقعی که یک خانومی میره، اگه اشتباه نکنم
یه خانم میره در یک برای وعده ملاقات با گاینکولوژیست خودش با دکتر زنان، یک نفر دیگه هم باید قانونا تو اتاق باشه. بله. شاید در اون زمان نبوده، شاید اون قدیما نبوده. اونجا که من یادم میاد بوده، همیشه بوده. بوده. آره. اونجا که یادم میاد وقتی میخوان اگزم بکنن، معاینه بکنن، یک خانم دیگه هم میاد، یک نرس بعد بیاد اونجا واسه. ولی امکان داره نبوده. امکان داره نبوده اتفاق بیفته. حالا میگیم که این موقع مثل یک چیزی پخش میشه جای مختلف. حالا این جریان رفت به دانشگاه UCLA. دانشگاه UCLA هم فهمیدن که خود UCLA، University of California در لس آنجلس که رقیب این دانشگاه هم هست، در دانشگاه معتبر دنیا هست، اینا فهمیدن که اخبارشو خود دانشگاه UCLA بیرون نداده بوده. و خیلی از خانمایی که در اون چیز دست جمعی بودن علیرضا، در اون شکایت دست جمعی بوده، یه دو گفتن ما نمیخوایم دیگه باشه، اومده بودن بیرون. و اونایی هم که موندن، نفر $11,000 بیشتر بهشون نمیرسه. حالا یعنی اینا دارن فکر میکنن که این $11,000 نمیازه در برن در داخل این همه مسائل و ناراحتی و این حرفا. حالا هنوز منتظرین ببینیم اتفاقات دیگه در دانشگاه UCLA میفته. اینو بعد گفت که امروزه در رابطه با به خصوص شخصیت‌های ما و چهره‌ها و کسانی که به هر صورت میتونن خبرساز باشن، بیشتر باید مراقب باشن خیلی. از اینکه با یک خانم چطوری برخورد میکنن. متاسفانه این تعریف کردن یه مقدار دیگه این اون لطافت خودش و اون اهمیت خودش از دست داده. حالا اتفاقی که برام افتاد یادم خنده داره، بگم چیز خنده داره که برای خودمونم میفته. میتونستم من در سر میفتم با این جریانه که تعرض جنسی اینو داری شما میگی. من رفتم بانک برای کارهای بانکینگ. رفتم بانک یه کارهای انجام بدم، یک ساعت طول کشید. خب با اون متصدی خیلی جوان خیلی با تجربه و اطلاعات خیلی خوبی داشت کارمو انجام دادم. یه مقدار در مورد تیم بسکتبال لیکرز و کلیپرز با هم دیگه جر و بس کردیم و بلند شدم، دستم پر بود یک عالم پرونده و اینا. اومدم بیرون از در بانک، اومدم بیرون ماشینم همین جلو بود، رفتم چون این کلیدای این ماشینا در خودشم باز میکنه، دیگه کلیدام در نیاوردم، درو کشیدم باز شد. صندلی عقب بله. باز کرد چیزامو گذاشتم، انقدر بود گذاشتم روی صندلی، کتمو داشتم در میافتادم که آویزون کنم، میذارم یه خانم خیلی زیبا نشسته اون جلو. گفتم خانم شما اینجا چیکار میکنید؟ شما کی هستید؟ گفت من کی هستم، شما کی هستید؟ گفتم من اومدم ماشینم سوار شدم. گفت ماشین شما نیست. گفتم یعنی چی؟ ماشین من مدل، رنگ، همه چی، تمیزیش هم به من داده، تمیزی ماشین منه. گفت نه این ماشین شما نیست، ماشین منه. یک دفعه یه خانم دیگه اومد که مادر ایشون بود، ولی چون من دید از بانک میام بیرون، همچین چیزی نبود که بخوام مثلا یه جایی اومدم بپرم سوار ماشین بشم، مادر اومد جلو با من سلام علیک کرد و گفت متوجه میشم مسئله این نیست، حتما ماشین رو اشتباه گرفتم. گفتم به خدا اشتباه گرفتم. مثلا بعد داشتم این پنیک کلیدامو زدم، بی 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 صدا کردم اون بار پارک شده. گفتم نیا کنید همین مدل، تقریبا همون سال، نوعش، رنگش، کارخونش همین یکیه. گفت متوجه میشم دیگه. فقط بدون یه دختر خانم. آره اون دختر خانم هم چقدر اصلا انگار نه جیغ کشید هیچی اصلا، خیلی راحت برای گفت نه چیکار میکنه اینجا، شما چیکار میکنه اینجا؟ گفتم من اینجا چیکار میکنم، شما چیکار میکنید؟ در اصل اتفاق جالبی بود، اتفاق میفته. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. آقای امیر قاسمی، ببینید ما یه مسئله دیگه هم صحبت کنیم. در مورد اتیکت می‌خوایم صحبت کنیم. صحبت کنیم؟ بخواه. آره. شما چون خیلی آدمای اتیکت داری هستیم خودمون همین. برای ما هم یاد می‌گیریم ها. یادتون نره فکر نکنید همه چی رو خوب بلدیم. آقا من می‌خوام بدونم که اتیکت رفتن به مهمونی کوچیک و بزرگ و چقدر موندن، چگونه رفتار کردن چی علیرضا؟ مثلا شما دعوت شدین 10 نفر دعوت شدین برای شام. بله. خونه یه نفر. بله. سادم نیست دیگه، بالاخره زحمت میکشن، غذا درست میکنن، کارهای مختلف انجام میدن. آیا درسته مثلا ما بریم بعد غذا رو خوردیم تموم شد؟ چون میدیم مهمونی ها غذا چیز اول نیستش. درسته. این معاشرت و این هاست که خیلی مهمه، کاملا. مخصوصا بعد از غذا که تموم میشه
چای میخورین، قهوه میخورین، صحبت میکنین، اعتمادای تلویزیون نگاه میکنین، اعتمادا شاید تولد یه نفر بشه کیک بخوام بیارن. اینه که آیا معنی میده که مثلا به دلیلی ما بعد از غذا بلند شیم اولش شاید بگیم خدافظ و بریم یه جای دیگه؟ این چی فکر میکنین؟ در مهمونی کوچک این مسئله رده. یعنی شما به هیچ عنوان زمانی که مهمونی تعداد نفرات کم هسته، شما وقتی قبول میکنی که در یه مهمونی شرکت بکنی دیگه نباید برنامه دومی برای خودت داشته باشی. یعنی باید حساب کنی که من دارم یک امشبم رو بیذارم برای این مهمانی. چرا؟ چون تعداد نفرات کمه. اگر حالا 10 نفر دیگه، باز 10 نفر یک خود زیاده، ولی مثلا 8 نفر بین 5 تا 10 نفر مهم نیست، بین 5 تا 10 نفر این نشون میده که شما در یک مهمونی کوچکی دعوت شدید که در این مهمانی مهمه بودن. همه باشن. این اهمیت داره. مهمانی بزرگ این نیستش. مهمانی بزرگی که شما میتونید برید اونجا، 150 نفر هستن، شما میرید اونجا، تأثیری نمیذاره. 2 ساعت 3 ساعت بازم خوب نیست، بازم اشتباهه، ولی بازم 2 ساعت 3 ساعت وقتتون رو گذاشتید، حالا دارید میرید بیرون. شما در واقع جزء اون به خاطر شخص شما نیست اون مهمانی. شاید به خاطر شخص دیگری است که شما رو هم به خاطر روابط دعوت کرده. اون میشه مهمانی سر 50 نفر. به نظر من یه موقع رعایت کنه یه داستان واقعی اصلا مهم اینه شبی که شما برنامه میذارید با کسی برنامه دومی نباید داشته باشید. نذارید بارها صحبت کردیم. خیلی دوستان ما اینطوری هستن. اما یادم میاد قبل از کرونا مرتضی عزیز، مرتضی برجسته، که واقعا اخلاق خیلی خوبی داره، خیلی حقیقت میگه، من میتونم بیام، نمیتونم بیام، ساعت چند باید میاد، به موقع میاد، خیلی رعایت میکنه. یه شب من دعوتش کردم خونمون برای یک گروهی که با این گروه فرق میکنه، دعوت کرده بودم، نبودی شما، ببخشید. بعد خوشحاله. خوشحاله چرا؟ ناراحت میشم اونا که بودن. به من چه ربط داره؟ اگر من جای من بوده حتما من دعوت بودم. بعد مرتضی رو دعوت کردم. مرتضی رو دعوت کردم برای اینکه اون کسی که خونه ما بود تولدش بود و دوستای قدیمی مرتضی بود و خیلی مرتضی رو دوست داره. من گفتم مرتضی جان میتونیم بیایی برای شام؟ گفت آره میام. فرداش زنگ زد که حسین جان من یک اتفاقی افتاده، باید یه جا برم، میتونم بیام اونجا یه سر به شما بزنم؟ من اونجا گفتم نه، این کارو نکن. شما برو اونجا که باید بری حتما، چون یه نفر اقوامش فوت کرده بود که باید شرکت بکنه. آدم گفتم برو اونجا اگر تونستی از اونجا بیا، این که بیا اینجا بری زیاده. بعد خلاصه که باشه پس من این کارو میکنم. رفت اونجا درست موقعی که ما میخواستیم شما بخوریم اومد. خیلی خوبه. خیلی خوب. عالی بود. یعنی اون چیزی که قولی که داده بود انجام داده بود. برای اینکه ما بخوایم بریم مهمونی یه نفر خراب بکنیم، 7 نفرم دعوت کرده، 8 نفر دعوت کرده، بعد بلند شیم سریع بریم و غذا اونم سریع بخوریم، کم هم بخوریم که یه جای دیگه میخوایم. مرتضی پیشم اطلاع داده. این خیلی مهمه. مرتضی گفته. خیلی مهمه. مرتضی گفته و نکنید این کارو تو رو خدا. یا اصلا کلا به قول امریکایی دیکلاین بکنید، رد بکنید، دیگه نمیتونم بیام. یا اینکه من میام میتونم بیام. اگه اینکه من بگم ببین من اینجا دعوت دارم میتونم یه ساعت بیام، میگم نمیخواد بیاد، دفعه بعد ان شاء الله. تو اخلاق خوب، اخلاق گندی داری. نه دیگه میگم نه دیگه. نه کلا دارم میام، ولی خب آره میتونم. کارت داره میش درسته. با تمام اخلاقی که داری ولی این درسته. آره. اون جمله با گش رو میده خوب نبود. گند؟ تلویزیونی نبود. گند اشکال نداره، تو هست. وقتی اخلاق تو رو بگیم چی باید بگیم در بارش؟ حق میدم بهش. نه دیگه، دیگه حقیقت من میگم که آقا میگه شما قراره بیاین گفتوده از ساعت 7 شب تا مثلا 12 با هم باشین. میگه من یه ساعت میام، باید که ساعت 8:30 باید یه جایی باشم. میگم نمیخواد. نه نه یا. میخواد بیام. نه دیگه. خیلی راحت هم حرف بزنه. نه میگم میگم نه. نه یا. اگه میتونی کنسل بکنی بیا. آره. اگه نمیتونی اونا هم کارشون رو خراب میکنی آخه. نه نمیتونی. اون مهمونی هم خراب میکنی. آره. به یکی از همکارای ما همیشه یکی جوانی هستش. مثلا گاهی وقتی که به حسین زنگ میزنه میگه مثلا من اینجوری هستش الان من نمیتونم اون ساعت بیام، میگه حالا همه منتظر تو نیستن. نه یه دفعه بهش گفتم. یه دفعه دعوتش کردم. دعوت کردم. گفت من باید برم خرید بکنم با دوستان. گفتم باش. مسئله نیست. برو. بعد واسه زنگ زد گفت من هنوز دارم خرید میکنم. گفتم باشه، شلوغم بود من تلفن جواب بدم. بعد آخر سر زنگ زد گفت شما غذاتون رو بخورید. کسی استمای نستوده. من امکان دیر برسم.
گفتم که باشه، گفتم گفت حالا من دوباره گفتم نمیخواد دیگه خبر بدی تو رو خدا، اگه اومدی بیا، نیومدی هم اوکی دیگه. ولی خب بهش برخورده بود، بهش برخورد. ولی برای پسر خیلی خوبیه. بله من بهش احترام میذارم. خب داشتیم درباره صحبت میکردیم در رابطه با اینکه یه اتفاق دیگه که در آمریکا افتاده، اونم ما دیدیم، برامون جالب بود که خب قصه جورج فلوید جهانی شد، همه درباره صحبت کردن. و در اینجا درسته که یک قربانی داد به نام جورج فلوید، ولی من فکر کنم سیاه‌پوستان حرف خودشون تونستن به دنیا برسونن. و از طرف دیگه یه پلیسی هم که خب کار بسیار اشتباهی کردش به نام دریک چاون، این در واقع از همه بدشانس‌تر بود، چون به عنوان این با خاطر که پاش رو گلوی جورج فلوید گذاشت و متأسفانه اون از بین رفت، این آدم به هیچ عنوان کسی فکر نمی‌تونست بکنه که این بتونه تبرئه بشه، به خصوص اونم در اون شهر. وقتی که وکیل از دادگاه خواست که آقا ما میخوایم این پرونده رو به یه شهر دیگری ببریم، چون از قبل 27 میلیون دلار اون شورای شهر قبول کرد که به خاطر اشتباهی که کرده به خانواده جورج فلوید بپردازه. شورای شهر مسئول پلیس اون شهره، بعد شهردار شهر مسئول پلیسه، و همین داره 27 میلیون دلار دادن به خانواده جورج فلوید. خانواده جورج فلوید بچه‌هاشو، یعنی خود به خود ثابت که آقا یعنی این گناهکار بوده. 27 میلیون دلار خیلی هم سریع دادن، مثل برق و باد این کارو کردن. دیدی چه کت شلواری داداشو پوشته بود؟ داداش جورج. حالا نمیدونم چقدر به دست اون خانواده رسید و مفاد اینکه چگونه این پولو میدن، اونام خیلی برای خودش یا ماهانه میدن یا تراست میره در یک جای قرار میگیره و بچه‌ها بزرگ بشن. ولی جالبه ها، ما چند تا شبکه تلویزیونی داریم، چقدر نیوز میدیا داریم، چقدر خبرنگار داریم. من نمیدونم یه نفر نرفت از آقای چاون گفتین درسته؟ بله. نپرسید آقا اسم شما چیه؟ چاون. یا میپرسین کاون یا چاون، یعنی روز نیستش که هر دوتا پرنانسیشن رو من بشنوم. آره کاون چاون. یعنی یه نفر نرده آقا اسم شما چی آخه؟ آره. تو دادگاه بالاخره گفتن دیگه چرا دیده آخه؟ این بدبخت فقط، حالا بدبختی که میگم گفتم کار بسیار اشتباهی کرده. ولی این آدم قبلا هم این اتفاقات افتاده، ولی این آدم در تمام هر چی بر علیه، یعنی هر چی در مفاد بر علیه او بود تمامشو باخت. بله. گناهکار شناخته شد. و الان به خاطر قتل غیر عمد ایشون میتونه تا 40 سال تو زندان بمونه. بله. تا 40 سال. و اینطور هم که پیش میره از اونایی نیستش که، چون این کار بین 15 تا 40 سال زندانی داره، این از اون 15 سالیا نیست. نه این از اون 15 سالیا نیستش. حالا احتمالاً امکان داره 10 سال دیگه همه چی آروم بشه به هر دلیلی، بعد اون وقت بتونن این به اصطلاح بخوره به پرول بخوره و اجازه بدن بیاد بیرون طبق مقرراتی بیرون زندگی کنه. ولی یه سری بهتون میگم زندگی در زندان در خطر خواهد بود. بله. به همین دلیل فکر نمیکنم بره در جایی که همه زندانیا در یک محوطه هستن. به احتمال زیاد اینو ازش مواظبت خواهند کرد، برای اینکه این میتونه همون هفته اول کشته بشه. حالا دیگه این زندان آمریکا این مسئله هستش. چند تا پوانای هست برای زندانی ها که مثلا میگم این آقایی که به یک بچه 17 ماهه در ایران به بچه خودش اینطور که صحبت شده تجاوز کرده، این اگر در آمریکا بود روز اول خود زندانیا تو آمریکا خود اینو میکشتن. میدونی که اونو جای نمیذاشتن جای انفرادی، اونو میفرستادن جلو توی کل زندان چه بهش حال بدن. آره که واقعا اصلا زندانیا نسبت به بچه تجاوز جنسی و تعرض جنسی به بچه همه زندانی ها فرق نمی کنه. همه زندانی ها نسبت به این مسئله در آمریکا خیلی با برخورد بدی رفتار می کنه. یه نفر اینطوری وارد بشه یا یه نفر مثلا یک خانواده ای رو کشته باشه. آره.
بچه و بچه. زن و شوهر اینا رو کشته باشه در یه خانه، اینا زنده نمیمونن تو زندان. نه راحت اصلا. ولی این آقای یا کاون... این که جز اوناست که هر روز میگه آقا من کشتنیم. آره آقای چون باستن. اصلا چون آره چون میگه من کشتنیم. چون اولی که وارد زندان میشی اینا با یه آقای روبرو میشن که بهش میگن بابا. یه آقای خیلی گردن کلفتیه اونجا نشسته، بهش میگن بابا، میگه آقای واز اشتباه نکنید من اعدامی نیستم من کشتنی هستم. من کشتنی هستم. میگه ای میبینید ما چقدر میگی دوری یه در اون ورده دوری میگه. واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. تو زندان آمریکا این کسی که پدره که بچه 17 ماهش رو بهش تجاوز انقدر کرده که از بین رفته این بچه و جزو سرخط خبرها داریم، ما اینو میبینیم، این اصلا در آمریکا در زندان آمریکا جایی نداره باشه. البته بهتون بگم اگر آقای جورج فلوید سفید پوست بود الان زنده بود. بهتون قول 100% بهتون میدم، نه من میگم، کسانی که تحلیلگر هستن صحبت میکنن، اگر آقای جورج فلوید سفید پوست بود زنده بود الان. یعنی کسی پا رو گردنش نمیذاره. نه نمیده، اصلا اونطوری دستگیرش نمیکردن اصلا. نه قبول به هیچ وجه. شما نگاه کنید یه سفید پوستی که 20 نفر کشته بود اصلا همینطور راحت دارن میبرنش. بله و همین چند روز پیش دوباره یک دختر 16 ساله باز دوباره با تیر گلوله پلیس کشته شد. حالا ما حالا اون چاقو دستش بوده و چند نفر چاقو میزده. ولی خب دلیلی نداره که شما یه رفعه 3 تا یا 4 تا گله توش خالی کنید. همه ایرانی‌ها میان خب می‌زدیم به پاش. آره. نه اصلا 4 تا گله بهش بزنی. اصلا آره. چه دلیلی داره؟ آره چرا؟ شما باید کنترل بتونی بکنی. اصلا رو می‌کشه و می‌زنه. ولی یادتون باشه در آمریکا چند تا مسئله وجود داره. یک، پلیس‌ها الان دوربین روی سینه همشون هست. برای همین هر کاری می‌کنن ضبط میشه. هر پلیس‌ها اداره پلیس یک اداره‌ای داره که پلیس اون پلیس‌هاست. که اون باز دوباره نگاه میکنه که پلیسی کار اشتباهی انجام نده، خلاف نکنه. بله اونم یکی دیگه است. مسئله دیگه اسمش هست اینترنال افیر. بله آی ای. بله اینترنال افیر داره. و بعد مسئله دیگه داریم، مسئله دیگهش این هستش که آقا اگه کسی اشتباه میکنه میان به خانوادهش 27 میلیون دلار پول میدن. بعدم نگاه میکنیم که آقای بایدن زانو میزنه در مقابل پسر آقای جورج فلوید و میگه من میخوام از طرف دولت از تو عذرخواهی کنم، یه بچه کوچیک عذرخواهی کنم و بگم ببخشید. من اعتقاد دارم اون زانو زدن به حساب زانو زدم جلوی پرچم اینا نیست. چون اگه جو بایدن وام میزد این بچه اینقدر بعد اینطوری بهش نگاه میکرد. آره. بعد به همین دلیل نشست مثل خاکی شد. خاکی شد. نه زانوی اونجوری. خاکی شد. احسن درسته. ولی قشنگ بود. کار قشنگی بود. سیاست بود توش. کار سیاسی بود. حرکت سیاسی بود کلا. ولی خب بالاخره علیرضا اینجا هم جا داره بگیم که پلیس امریکا واقعا کار مشکلی داره. خیلی. ببینید کار مشکلی داره. زندگی ماها رو نجات میده. آه. از ماها مواظبت میکنه. در خطر هستن. خودشون زن دارن، بچه دارن، شوهر دارن، بچه کوچیک دارن، یا اصلا ازدواج نکردن بچه دارن. خودشون بیرون از 12 ساعت در واقعا در خطر هستن و هر لحظه آماده هستن که مواظبت کنن. از جون شهروندان اون شهر اینا نباشن کنن. اینا نباشن بعضی ها رو میخورن. بله آره اینا باید باشن. این خوب نبود گفتید. نه واقعیت داره دیگه. نه تلویزیونی نبود. چرا میخورنمون؟ میخورن دیگه. الان شما نگاه کنید. آره نباشن میپاچنن. آره نه یک پسر 28 ساله رو در مادرید دستگیر کردن. آقای سانچز گومز. چیکار کرده بود؟ ایشون مادر 66 ساله خودشو به قطعات مساوی و نامساوی در ظرف‌های غذاخوری تو یخچال اول تیکه تیکه کرده گذاشته یخچال، بعدم می‌خورده روزا پخته خام می‌خورد پخت می‌پخته می‌برده. آره این کی بوده دیگه؟ الان دادگاه شروع شده در مادرید هستش در اسپانیا. چه دادگاهی دیگه؟ خب دیگه بعد ببینیم چیکار کرده. در هر صورت اسمش هست آلبرتو سانچز گومز. آلبرتو سانچز گومز. آره در هر صورت ما به پلیس احترام میذاریم، بهشون واقعا احترام میذاریم. کارشون بسیار بسیار مشکله و در یک موقعیت روحی و ترس و اینا قرار میگن این اتفاق میفته. متوجه هستین؟ هیچ موقع ما نمیگیم که پلیس همیشه کارش ده. پلیس بله پلیس اشتباه میکنه، داورا اشتباه میکنه، عریضا خیلی اشتباه میکنه. بعد اشتباه بزرگه.
آدم باید تلافی کنه به خدا. نه دوست، من از اشتباهات خودم میگفتم. آدم درسته که از اشتباهات خودش صحبت بکنه. آره، بدون اشتباهات خودش که الان گفت نمیتونه زندگی رو تحمل کنه. در هر صورت این مسئله جورج فلوید، پلیس امریکا، خشونت پلیس، بعضی موقع مجبور پلیس این کار رو انجام بده. علی رضا، اگر ما طبق مقررات به پلیس، آقا پلیس میگه از ماشین بیا بیرون، باید بیایم بیرون. بله. هیچ موقع برنده نمیشیم ما. درسته، برنده نخواهیم شد. به حرف پلیس گوش کنید. و یه چیز جالب بگم درباره پلیس ایران هم باید بگم، تو یک مسئله بسیار خوبه، اونم اینه که پیدا کردن کسانی که تخلف میکنن. و این مسئله، من دارم نگاه میکنم بعضی وقتا یا بعضی از کسانی که مثلا چند نفری که جدیدن باز دوباره اینا گرفتن، برام جالب بود که چقدر خوب آخه تو ایران کسی فرار نمیکنه، هر کی همون کاری کرده همونجاست، ویدیوش هم مشخصه. اینجا کشور بزرگه. آره، اینجا ایران، اینجا نمیتونی با هیچ جا مقایسه کنی. اینجا یه کشور، اینجا یه قاره است. ما داریم درباره یه قاره صحبت. آره، مثلا اون یارو بچه رو بلند کرد انداخت تو ظرف آشغال، خب مثلا چیزی مثل برق میاد، همه میتونن پیدا کنن اونو. این 5-6 نفری که تو خونه رفته بودن و یه خانواده رو اینا رو اذیت کردن، مادر از وحشت سکته کرده بود و مثل یه حال به هم خوده بود، رفته بردنش کما بود. ما دست به لومون هم خیلی خوبه. آره، ولی خیلی جالب پیدا میکنن. اینش خیلی خوبه، اینش خیلی خوبه. اینا فکر کنم از اسرائیلی ها، از موساد یاد گرفتن. موساد اون مسئله به نظر من، خب موساد اصلا یه جایی ده، اون پلیس نیستش، اون چیزه، متوجه اون میشن. آره، اینتلیجنس سرویس بله. هستن اونا، در واقع اطلاعاتیان. بله. مثل CIA. درسته، اونا اطلاعاتی هستن که خب به نظر من تو دنیا قوی ترین سازمانات اطلاعاتی که وجود داره در دنیا. اصلا نگاه کنید تو انتبه چی کار کردن. خیلی بعد از اون خیلی کارهای دیگه کردن. اصلا کارهای عجیب غریبی انجام دادن. خیلی کارهای دیگه کردن. فیلم مونیخ رو اگه ببینید بیشتر متوجه میشید. بله. که استیون اسپیلبرگ درست کرد فیلم کرده. مونیخ. بله. 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 خب اون جای خودشو داره و واقعا واقعا پلیس در پلیس خوب همه چی خوبش واقعا لازمه. آره دیگه، همه جا ببینید همه چی خوبه. تو یک دونه صندوق سیب سیب بعدم پیدا میشه. آره، ولی خب همه سیبا رو خراب میکنه. هر خراب میکنه. آره، همه سیب بعد درش بیاره سیبا خراب میکنه. آره. خب نمیدونم وقت ما چقدر دیگه داریم که میتونیم فعلا برنامه کنیم. به ما دارن اجازه میدن فعلا اجازه صحبت میدن. کنیم. خب برای همین بریم سراغ اسکار. برای این هفته اسکار هستش. برای. آره، و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. آره، درسته که من خوندم اسکار امسال که در دو جا انجام میشه. بله. اسکار به فیلم های سال 2020 و اوایل 2021 جایزه داده درسته. میشه. 2020 و اوایل 2020 امسال یکی از ساده ترین اسکار هاست از یه طرف، برای اونایی که در این اسکارین مراسم شرکت میکنن از لحاظ فیلم ها، چون اون اندازه فیلم هایی که باید میومد بیرون نیومد بیرون. خیلی از فیلم هایی که سر صدای زیادی قرار بود داشته باشن اصلا به بازار نیومدن، برای همین جای خوبی برای یه سری فیلم هایی که اومدن. و حدس چیه کدوم فیلم میکنن؟ منک؟ منک نه، حقیقتش نه، جایزه. آره، منک خیلی سر صدا زیاد هستش. خب من ندیدم، در گلدن نمیاد نگاه کنم. آره، در گلدن گلوب، خب این یه فیلم سیاه‌سفیده، در گلدن گلوب ما دیدیم که نومدلند برنده شد. و خب اون یه فیلمی بودش که بسیار متفاوت، بسیار آرام، و داستان این انسان‌های در واقع کوچ میکنن از جای به جای، یه جای بند نمیشن، بند نمیشن، نه جیپسی ها نیستن، کولی ها نیستن، اینا یه مقدار فرق میکنن. که توی ماشین های مثل موتور زندگی میکنن، از اینجا میرن یه جایی دیگه. اونا میگن نومدلند. 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 اونا هستن. خب؟ بعد خب اونو بردش. من از لحاظ سیاسی که بهش نگاه کنم به شیکاگو 7 میگم. Trial of Chicago 7. من به اون از لحاظ سیاسی که بخوایم بهش نگاه کنیم. با نظر اسکار فیلم و کلن از نظر هنر ساختن فیلم به کدوم رای میدی؟ شاید منک. دیدم؟ شاید منک. ولی من گفتم بازم Trial of Chicago 7 امکان داره فیلم کره‌ای سورپرایز بکنه. میدونی چیه؟ چون سال گذشته دادن. چون سال گذشته، سال قبل از گذشته، سال قبل از گذشته به فیلم به فیلم دیگه دادن که فیلم ژاپنی بود.
این دفعه نمیتونم قبول بکنم که باز دوباره بیان به میناری رای بدن. درسته. نمیتونم قبول کنم که میناری، با اینکه میناری فیلم خوبی بودش، فیلم بدی نبودش، ولی خب انگل گرفت جایزش رو. برای همین یه خود سخته، یه خود سخته دوباره این دفعه بیان به یه فیلم کره‌ای بخوام بدن جایزه رو. صبر کنیم ببینیم و در دو جا انجام میشه، خبر داری به چه صورت در دو جا؟ در یونین استیشن انجام میشه و در دالبی تیتر، ایستگاه راهن اصلی لس آنجلس، و در دالبی تیتر، اونجایی که راهن ایستگاه راهن هست جمعیت هستن. بله. میشینن به عنوان، بله، مهمان میان، بله، و میشینن خود هنرپیشا هم هستن. درسته. نمیدونم در دالبی استودیو چه اتفاقی، اونم قراره که در دالبی هم قراره که یک نشون داده بشه، نشون داده بشه و یه مقداری هم از شخصیت ها اونجا هم هستن. برای همین یک کار دو طرف، یه چیز جالبیه، میدونیم که از سال گذشته مجری خاصی اسکار نداشت و امسال هم نداره. آخرین بارش 2018 بود. بله. مجری داشتیم، جیمی کمل بود. بله. بعد دیگه نداشتیم، امسال هم نخواهیم داشت. بعد چیزی که میخواستم اینم 93 اسکار هست که انجام میشه. درسته. 93 اسکار 93. بعد ببینیم چی میشه دیگه، و خیلی هم صحبت از این میکنن که بعد ببینیم کی هنرپیشه اول رو میبره، جایزه هنرپیشه اول رو میبره. یه بحثی داشتیم میکردیم، فکر میکنم به یه هفته برسه، ولی شاید هم بتونیم کوتاه جمعش کنیم. اونم بحثی بودش که شما گفتید آیا ستاره ها یا هنرمندان یا چهرهای شناخته شده باید در رابطه با بیماری خودشون یا اگر مریضی داره یا چیزی هستن با مردم در اطلاع بذارن یا نه. آره. چون دیدیم چدویک بازمن، یک هنرمند معروف آمریکایی که امسال هم به خاطر فیلمش کاندیدای جایزه اسکار شده، بدون اینکه هیچ اطلاعی بده و از سرطان روده فوت میکنه و میمیره و همه رو تعجب کرد. ایشون مریض نبود که، هنوز اکتیو بود. خوب. درسته. خیلی. ولی یه موقع میبینیم که مثلا یک نفر، آیا ما چقدر حق داریم که مثلا یک هنرپیشه، یک گوینده، یک بازیگان تلویزیون، یک نقاش، یک نفر که فهمیدیم حالش خوب نیست، ما باید حتما بدونیم چی شده، آیا چگونه باید رفتار بشه؟ مثلا در امریکا یه نفر داشتیم که خیلی معروف بود، بالای 30 هست مجری بر یک برنامه تلویزیونی بود به اسم جپردی. بله. الکس تربک. بله. ایشون 2 آخر زندگیشو، 1 و نیم اعلام کرد که سرطان لوزالمعده رو در انگلیسی خواستم بگم پانکریاس یا پانکریاس داره. بله. و بالاخره اعلام کرد و در طول اون 1 که زنده بود همیشه در جاهای مختلف صحبت میکرد با اون سازمان هایی که پول جمع میکردن برای این، که متاسفانه هیچ درد دوایی هم نداره. و بالاخره فوت میکنه. حالا به نظر تو اگر ببینید، اگر مریض باشن و هنوز اکتیو باشن، خب میخوام بدونم خب چرا، چی شده؟ درسته. و به نظر من نمیدونم، مثل یک چاقوی هر دو طرفه است. بله. آدم نمیدونه چیکار کنه. ببینید یه موقع یه چیزی که وجود داره اینجا اینه، میتونیم خودمون رو عنوان کنیم، ببینیم بگیم بله این مریضی رو ما داریم. بعضی هم توی این فکر هستن که نه، برن در خلوت، در انزوا، و اونجا در خلوت خودشون باشن و انزوا رو بپذیرن، اونجا باشن. یه سری هم هست که نه، دوست ندارن اصلا عنوان کنن و میخوان کارشون رو انجام بدن، میان برن جلو به خاطر کمک برای پژوهش اون مریضی، میان جلو و خیلی اکتیو میشن. درسته. ببین خیلی از خانم های هنرپیشه که سرطان سینه گرفتن اومدن و کارهای بزرگی انجام دادن. درسته. سن من نقش مهمی رو بازی میکنه. اگر شما سنت بالا باشه دیگه پژوهشی لازم نداره. اگر غیر از این نه برای اونایی که پژوهش برای خود نه دیگه نیازی نیست به عنوانش. به نظر من راحت بیاد میگی که خب دیگه اونها جوون بودن، مثل انجلینا جولی و خیلی های دیگه که اومدن این کارو کردن، اومدن و عنوان کردن، چرا بتونن بقیه رو کمک کنن، آگاه بکنن. وقتمون تموم شد. بله دوستان عزیز، قدر یادتون.